خسته نباشید میگم به همتون. من میخواستم بگم که ما فرقی نمیکنه که کرد باشیم، ترک باشیم، فارس باشیم، گیلک باشیم، ایرانی باشیم، آمریکایی باشیم، کانادایی باشیم، ما انسانیم، ما انسانیم و شایسته یک زندگی انسانی. ما خواهان جامعه‌ای هستیم آزاد، برابر و خوشبخت سوسیالیستی. می‌خواستم بگیم که ما و من به نوعه با عنوان من، تو و ما، من کارگرم، من کارگر کمونیستم، من کارگری هستم که میخوام تو جامعه زندگی کنم که کار مزدی لغو بشه. من میخوام تو جامعه زندگی کنم که وسایل تولید اشتراکی بشه. نمیخوام تو جامعه زندگی کنم که صبح تا غروب کار کنم ولی تو سفرم جز نون بخور نمیری نباشه، ولی از دست رنج من خودم هر روز فقیر و فقیرتر بشم، ثروتمنده و سرمایه‌داران غنی و غنیتر. نمیخوام تو جامعه زندگی کنم که فعالین کارگری رو دستگیر کنن، منصور اسدوها رو، محمود صالحی ها رو، بهنام ابراهیم زاده ها رو، و بیشتر فعالین کارگری تو زندان باشن فقط به خاطر دفاع از حقوق کارگر، به خاطر کارگرایی که حتی حقوق موفقشون رو هم نمیگیرن، کارگرایی که وقتی که دستگاه‌های بتونی به در دستشون میاد نقص عضو پیدا میکنن باید نگران این باشن که ممکنه اخراج بشن. ولی فرقی نمیکنه که کرد باشیم، لور باشیم، ترک باشیم، ما انسانیم، شایسته یک زندگی انسانی. من زنم، زنی که میخوام تو جامعه زندگی کنم که از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و از نظر جنسیتی برابر باشم. من زنی هستم که میخوام تو دنیای آزاد، برابر و خوشبخت سوسیالیستی زندگی کنم. نمیخوام به زور حجاب سرم کنم، نمیخوام به زور عشق رو به من بفروشن، میخوام آزاد باشم، عشقم رو خودم انتخاب کنم. نمیخوام وقتی دختر 9 ساله‌ای هستم به عنوان ازدواج اسلامی به هم تجاوز کنن. من میخوام تو دنیای آزاد، برابر و خوشبخت سوسیالیستی زندگی کنم. من کودکم، من کودکم، من کودکی هستم که میخوام تو دنیای زندگی کنم که از نظر اقتصادی من بتونم درمان مناسب داشته باشم، من بهداشت مناسب داشته باشم، تغذیه مناسب داشته باشم جدا از وضعیت خانوادگی. من میخوام تو همچین دنیای زندگی کنم، من نمیخوام تو دنیای نابرابر زندگی کنم. من کودک نمیخوام تو جامعه زندگی کنم که مجبور باشم تو جاده بهشت زهرای تهران دنبال ماشینا را بیافتم گل بفروشم به مردم. من نمیخوام لاتی باشم تو جامعه سرمایه‌داری زندگی کنم که تو بازارهای محلی ایران بخوام توی پلاستیک دستدار بفروشم. نمیخوام به خاطر فروش پلاستیکای دستدار خودم را به نالی بزنم تا مردم از من پلاستیک بهتر بیشتری بخرن تا خرج خانوادم رو در بیارم. من میخوام تو دنیای آزاد، برابر و خوشبخت سوسیالیستی زندگی کنم. من انسانم و شایسته یک زندگی انسانیم. من خواهان جامعه هستم که در اون آزادی بیان، آزادی اندیشه، در اون تحصیل آزاد باشه، اعتصاب آزاد باشه، تشکل آزاد باشه. نمیخوام زندانی سیاسی جامعه زندگی کنم که زندانی سیاسی داشته باشیم. میخوام زندان سیاسی بودن جرم نباشه. مرد بر جمهوری اسلامی که مردم رو به خاطر کوچکترین حقشون تو زندان ها میندازن، شکنجه میکنن، اسیر میکنن، نابود میکنن. مرد بر جمهوری اسلامی، مرد بر جمهوری اسلامی. دوستان، رفقا، همه ما
عفوا إسرائيل للجان شديد ما ميدونين كين رجيما كين سفارات بسرانة إنا نماين دي سرار جمهورية جسرانية سان إنا نماين دي رجيم سان سوا شكند بالإدامة إسلامي حسان ما امروز انجا جان شديد که بگیم پایین کشیدن حکومت اعدام فقط کار ما کمونیست ها فقط ما کمونیست ها میتونیم حکومت اعدام رو به زیر بکشیم مرد بر جمهوری اسلامی مرد بر جمهوری اسلامی ما دیدیم که چطوری ملی اسلامی ها که چطوری مخمل باف ها شیرین عبادی ها میان ام نسرین ستوده ها حمایت میکنن ولی سکینه محمدی آشتیانی رو فراموش میکنن ولی کمونیست های دردان رو فراموش میکنن ما کمونیست ها میخوای زندانی سیاسی نباشه حکومت اعدام نباشه ما باید این حکومت اعدام رو به زیر بکشیم مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی اگر میخوای اگر میخواییم زنی، کارگری، کودکی در ایران مورد ظلم ستم واقع نشه اگر میخواییم ظلم و نابرابری از بین بره اگر میخواییم رژیم شکنجه و اعدام نباشه اگر میخواییم این سفارتی های مزدور فعالین خارج کشور رو مورد تهدید و ترور قرار ندن باید شوراهای سرخ را درست کنیم چه در ایران چه در خارج کشور در ایران مردم مبارز ایران باید شوراهای محلات رو درست کنن شوراهای کارگری رو بسازن شوراهای سرخ جوان ها باید درست کنن و ما فعالین و کمونیست های خارج کشور باید شوراهای سرخ رو که پایه و اساسش یک چیزه اون هم سوسیالیسم برپا کنیم پس با اتحاد و تشکل میتونیم دوست تشکل راه دیگه اینیست اگرچه گاهم ما دیدیم در اینجا و اونجا اگرچه دیدیم تونستیم رژیم رو به عقب بنشونیم اگرچه دیدیم که جلوی اعدامه و سنگسار سکینه آشیانی را گرفتیم ولی دیدیم رژیم چطور مخفیانه خیلی سریع شهر جاهد را اعدام کرد اگرچه حبیب لطیفی هنوز زنده است ولی علی سالمی علی اکبر سیادت را اعدام کرد و خیلی از زندان های دیگه پس باید تشکل داشت باید شوراهای اعتراف رو برپا داشت زنده باد سوسیالیسم مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی